هم خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام بر شما بیننده های گرامی. شما بیننده برنامه مثلث سیا از تلویزیون جهانی افغانیوز هستید. برنامه این هفته مثلث سیا را اختصاص دادیم به 26 جون روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. از شما هم تمنا دارم که تا آخر این برنامه ما را همراهی کنید. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته است که اگر عوامل در درون نهادهای دولتی با قاچاقچیان همکاری نکند، امکان انتقال مواد مخدر به پیمانه بزرگ وجود ندارد. آقای خلیلی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر سخن میزد، برشناسایی و برخورد جدی نهادهای امنیتی با عوامل این پدیده تاکید کرد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفت این واقعیت است که در همه کشورها و به خصوص کشورهای منطقه که همکاری از درون ارگانها و نهادها با بانهای مافیایی نباشد، اصلا بسیار مشکل است که مواد مخدر در سطح کلان قاچاق شود. پس در اینجا زمانی که معاون رئیس جمهور از دست داشتن مقامات شکایت دارد و میپذیرد که مقامات دولت افغانستان در قاچاق مواد مخدر دست دارند، پس قدرتی که باید این مافیا را از بین ببرد در کجا است و چه نیرویی است؟ دولت افغانستان توانایی درمان تنها 1% از معتادان کشور را دارد، اما در نظر است که تا 4 سال آینده دولت توانایی درمان تا 40% از معتادان را پیدا کند. اما ممکن تا 4 سال آینده تعداد معتادان به مواد مخدر در کشور به باور برخ آگاهان به 2 برابر تقرب کند، که آنگاه تداوی معتادان در کشور نه تنها ناممکن خواهد بود، بلکه باید آنگاه در انتظار یک فاجعه عظیم انسانی باشیم. آقای مقبل افزایش شمار معتادان در افغانستان را خطر بزرگ برای امنیت کشور دانست. مقامات افغان تجارت مواد مخدر را یکی از منابع مالی شورشیان و افزایش ناامنی ها در افغانستان می‌دانند. این مقامات همچنین گفته‌اند که درآمد تجارت مواد مخدر باعث رشد اقتصادی غیر قانونی و مختل شدن نظام اقتصادی و قانونی در کشور می شود. از این منظر باید به فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان و زارعین کشور توجه اساسی نمود. در ضمن برخورد قاطع و جدی با قاچاقبران مواد مخدر، ضمن آن که باعث عبرت سایر مجرمین شده، ضریب موفقیت مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر را افزایش می دهد. من یک سال دیگه هم اینجا یادآور شدم و حالی هم تأکید میکنم حضار عزیز، ما از برخورد جدی با قاچاقبران اصلی مواد مخدر باید توجه کنیم و از نهادهای عدلی و قضایی و خصوص خواستار هستیم که با مهرهای اصلی که در این باندهای مافیایی دست دارند برخورد جدی کنند، نباید براءت پیدا کنند. و از نهادهای امنیتی هم تقاضا میکنیم که یک واقعیت است در همه کشورها و خصوص کشورهای منطقه، تا همکاری از درون نهادها و ارگانها با این باندهای مافیایی نباشه، اصلا بسیار مشکل است که به این سادگی مواد مخدر در سطح کلان کلان منتقل شود. باید این انسانها و عناصر در هر نهادی که باشد شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شود و جزا داده شود، و در این صورت است که ما امیدوار میشیم به مبارزه با مواد مخدر و با باندهای مافیایی و جلوگیری از احتیاط بیشتر هموطنان عزیز. مبارزه با مواد مخدر محدود به نیروهای امنیتی نگردیده، وزارت های محترم زراعت و مالداری، احیا و انکشاف اتحاد، عج و اوقاف، سیاحت عامه و امور زنان، هر کدام میتوانند به ترتیب و به نوبه خود از طریق فراهم نمودن کشت ها
های جایگزین و معیشتی بدیل، کمک ها برای اعمال زیربناها و امکانات ترانسپورتی برای محصولات مردم. زیادترین کشت کوکنار را در ولایاتی داریم که اوج نهایت درجه بدن است و این نشان میده که جایی که کوکنار است زنجیره وصل از با توریسم و القاعده و طالبان و از مواد مخدر طالبان استفاده زیادی رو میبرن. نظر به سروی اخیری که ما داریم، بیشتر از 200 میلیون دلار سالانه طالبان از مواد مخدر سود میبرن و در حرکت های بدنسازی کشور ما استفاده میکنن. ولایت مثل هلمند، قندهار، فرا، ارزگان، بادغیس. این میتونم براتون بگویم که 99% کوکنار در ولایات بدامن افغانستان است و ما میتونم بگویم که 88% مواد مخدر در دو ولایت، در سه ولایت افغانستان است و 1% در کل افغانستان است. ما فعلا 20 ولایت آزاری از کشت کوکنار داریم. امیدوار هستیم که بتوانیم تعداد ولایت آزاری از کشت کوکنار و ما چون نو سرویه ما سرویه های اولی است امیدوار هستیم که در آینده براتون توضیح بدم که چند ولایت ما میتونیم شامل ولایت صفر بسازیم. بدون شک یک موضوع را میخوایم بگویم به همه ایتان که امسال ما کاهش چشمگیری در کشت کوکنار در افغانستان داریم. با شعار اقدام جهانی برای رسیدن به جامعه سالم و عاری از مواد مخدر در همه کشورهای جهان برگزار می‌گردد، نشان دهنده این واقعیت است که پیامدها و آثار سوی مواد مخدر تنها محدود و محصور و مرزهای یک کشور نشده، بلکه امنیت اجتماعی منطقه و جهان را با چالش مواجه می سازد. از این جهت است که می توان مواد مخدر را همردیف چالش ها و تهدیدات مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و افزایش بیرویه جمعیت به شمار آورد که اثرات و تبعات منفی آن متوجه همه کشورها می گردد. حضار گرامی، همه ما به خوبی می دانیم که مواد مخدر چه پیامدها و اثرات زیانبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را متوجه جامعه می نماید. ولی آنچه که مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان با دشواری مواجه نموده، پیچیدگی و چند لایه بودن آن است که در مجموع مواد مخدر را از سطح یک مشکل عادی خارج نمودن و به یکی از چالش‌های اساسی فراروی دولت و ملت افغانستان قرار داده است. تلاش عظیمی کردیم با همکاری کشورهای منطقه در یک هماهنگی و تشریک مساعی با تبادله معلومات و عملیات مشترک جلوی ورود پریکرسر را از مرزها بگیریم. اما متاسفانه مرزهای طولانی که در افغانستان وجود دارد و اکثر ناامن هم هست و که زمین های کنترلش هم محدود هست و ظرفیت پلیس مرزمان بخند نواهدی نیست که ما بتوانیم تمام این مرزها را در هماهنگی با پلیس سرحدی کنترل بکنیم. مشکلات ورودی پریکرسر هنوز هم در مرزها وجود داره متاسفانه و ما تا به حال در طول سال گذشته امسال تقریبا 65 باب لابراتوار در سطح کل کشور تخریب کردیم و تعدادی محدودی هم که در ولایات مختلف افغانستان مانده تقریبا مخفی هست. اگر ما احساس بکنیم که در یک جای یک لابراتوار مواد مخدر وجود داشته باشه ما بالفعل اقدام میکنیم، انشاءالله در محوش تلاش خواهد کرد. بیادر اگر از بالا جای ما فروخته میشه، این نیست که مثال یک غریب کاره که در روی سرک کراچی داره یا لیمو سودا میره چیز میگنه او فروخته نمیتونه. این کسی که سودا کدگر است او تجار است، ولی اگر بغیر تجار اگر دوم نفر اگر او را ورده بتونه او را اگر بیارن در موتر 100
شیشه‌سی هست تفنگچه دار هست اگر چیز هم بگی اون عسکر بیچاره را اگر گب دی عسکر بیچاره را میزنند یک هم رکته و سوت هم دارست مفادشان شاید نه زیادتر شد و مواد مخدر عوض کم شد و زیاد میشه یعنی همش شاید یک گب ناق باشه ما قدر کار میکنیم اینجا مگر هم نه هر روز که میبینیم مواد مخدر زیادتر از هر روز زیادتر و از کم شو زیادتر میشه در هر پارک برو حالا بشینه ببینین در پارک ها چقدر متدین خوابیده در زیرای پل پیشوری شفاخانه هپنی سینا هر روز برو 200 دانه متدین هر شب اونجا خواز هیچ حکومت نیست که از اینا باغساز کنه پیشوریش هم شفاخانه است یک جایی است که صحت مگر هم وزارت صحت ما هم مگر ما قدر متدین تداوی کردیم یکیش واقعیت نیست دولت باید هم شاخهایش رو بگیره هم شاخهای اصلیش رو بگیره که متادی همی پوده را هر چیز از بین بره یعنی هم شاخهای اصلیش رو بگیره که بیخی همی نسل پوده را از بین بره همی کل چیز پودری هم یعنی همی نسلش که گم شد دیگه ایش کدام مشکل نگه بلن این متادی خودشان یعنی از بیکاری از فقر و از دگه و این متحسابه و کلش متاد میشه چون چندین نفر ما دیدیم به خاطر می رقم که بدر دیدیم از اون وطندارای خود ما از دستم این بیکاری یا دوزید ده زدن یا فرض مثال با معتادین ده زدن من فیلن تا کلای ما افغانستان که داد زاترش کلش دیر متعمالی شد به خاطر این همی بیکاری فقر رو دگم چه هم کنه عمل که نکنه بهش بفایده است کنه چی فایده نداره؟ خاطر از اینکه باید که عمل کنن کلش جمع کنن ببرن به در جان ایگ عالمی آره همی فیلن مواد میکشه یا تریاک یا فرد مثال ایروی این یادگر همین نفرش برای پیدا کنه کی موفش بخش داده است شد تصمیم کنه خودش که از سرش گرفته تا اون بیخش تا تمامانش پیدا میشه سودامش میبینه قماندان هم میبینه بچه قماندان هم میبینه میبینه برادر قماندان و بچه همو قماندان که امو سایه و امو منطقه کلم به جمع امو امی روزه هم تمام شد رفت بند مافیا است که والا که هیچ چیزی باشه کلش بند مافیا است اونا هیچ چیزی از دولت جور نمیشه اونا که نپرشه ما پدری ما کجا میتونم پیدا کنم دلشت کار میکنه که نشد اعلام میکنم ما کجا میگم والا کش از دست تا بیت سوچ بگ شما کی که بشه مگرزه کلش ما تو فرار در افغانستان در سال 2004 میلادی 91000 هکتار زمین زیر کشت خشخاش بود که فقط 2% از زمین های قابل کشت افغانستان محسوب میشد اما تنها 2 سال بعد یعنی در سال 2006 20% زمین های قابل کشت زیر کشت این گیاه رفت در سال 2007 میلادی 82% از زمین های زیر کشت خشخاش در جهان معادل 193000 هکتار زمین در افغانستان بود 93% از مجموع تولید تریاک جهان معادل 8200 تن در این کشور تولید شد بنابراین به نظر می رسد برقراری سلامت و امنیت در این کشورها در گرو سرمایه گذاری حمایت و تقویت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و کشورهای همجوار آن خواهد بود گزارش جهانی مصرف مواد مخدر در سال 2007 که از سوی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد منتشر شده نشان می‌دهد در بین سال‌های 1990 تا 2006 میزان مصرف هیروئین در کشورهای اطراف افغانستان از جمله ایران و پاکستان، آسیای میانه و همچنین روسیه، هند و بخش‌های از آفریقا رو به افزایش گذاشته است. همچنین در این گزارش آمده است که در سال 2006 همه مواد اوفیونی خارج شده از افغانستان 53% از طریق ایران 33% از طریق پاکستان و 15% از طریق آسیای میانه به ویژه تاجیکستان بوده است تجارت غیر قانونی مواد مخدر 3 تجارت است تجارت سازمان یافته قاچاق مواد مخدر امروزه دیگر مرز و ملیت را نمی‌شناسد و به صورت چند ملیتی اداره می شود سرمایه در گردش این تجارت در سال 2003 حدود 1700 میلیارد دلار برآورد شد که سود حاصل از این صنعت بیش از 600 میلیارد دلار است امروزه در تمام نقاط هر گونه مواد مخدر یافت می شود و دسترسی به آن خیلی ها آسان است و همین باعث شده است که امنیت انسانی تمام کشورها را دچار مشکل کند